نمونه هایی از حال و رفتار آخوندها. از این ملایان داستان هایی هست که اگر نوشته شود کتابی گردد. رفتار اینان دلیل برنده است که گروهی بیدینند و جز در پی خوشگذرانی های خود نمی باشند و این پیشه آخوندی را بهترین راه برای آن می شناسند. یکی از آنان که از ملایان آذربایجان می بوده در سال نخست جنبش مشروطه به نمایندگی از علما به مجلس شورا فرستاده شد و در آن مجلس که قانون اساسی گزارده می شد و کشاکش های بزرگی در میان می بود، این مرد به همدستی دو سید و دیگران هواداری بسیار از آن قانون کرده، از همون راه جایگاهی در میان مشروطه خواهان یافت و از بزرگان به شمار رفت و زیرکانه از آن فرصت سود جسته، مستمری گزافی از گنجینه دولت برای خود گرفت و فرزندان خود را که بسیارند جز یکی به اروپا فرستاد و یا در آموزشگاه‌های ایران به درس خواندن گذاشت که چون بازگشتند و یا از آموزشگاه بیرون آمدند هر یکی در اداره جا گرفته ماهانه‌های گزافی دریافتند و اکنون هم در می‌یابند. پس از همه اینها خود او دستگاه حجت الاسلامی را رها نکرده و در این 38 سال همیشه هم از مشروط خواهی سود جسته و هم از آخوندی. از آن سو در گزاردن قانون اساسی دست داشته و از این سو در خانه خود درس فقه گفته. هیچ نیندیشیده که اگر مشروط است پس این دستگاه آخوندی چیست که من می دارم. اگر کشور با قانون اساسی راه خواهد یافت، دیگر این فقه جعفری به چه کار خواهد خورد؟ از روی قانون اساسی من چه کاره ام و چه عنوانی توانم داشت؟ تنها آن خواسته که در هر دو سوی بازار سود جوید و با آنکه اکنون بیش از 80 سال می دارد، با همان دورنگی و زیرکی روز می گذارد. از همین ملا داستان دیگری است. یکی از آذربایجانیان چنین میگوید: در سالهای نخست مشروطه با چند تنی به تهران رفته بودیم. روزی گفتیم به دیدن فلان آقا هم برویم. چون رفتیم دیدیم در تالار بزرگی مجلس درسی برپاست. طلبه ها تالار را پر کردند و آقا سرگرم تقریر و تحقیق است. گفتگو از این میرود: آیا صورت کسی را کشیدن جایز است یا نه؟ ما چون نشستیم آقا سبحکم الله بالخیر گفت و به سر سخن رفت. ما هم نشستیم و گوش دادیم. آقا گفت و طلبه ها گفتند، حدیث ها خواندند و دلیل ها آوردند. سرانجام به آنجا رسیدند که آقا گفت بهتر است که پرهیزیده شود. ما چون برخاستیم در بیرون چنین گفتند: فلان پسر آقا که به اروپا برای درس خواندن رفته بود بازگشته. گفتیم به نزد او هم رویم. چون رفتیم دیدیم در آنجا دستگاه دیگری است. به شیوه اروپایی صندلی و میز گذارده شده. آقازاده با سر باز و رخت فرنگی به ما دست داد. چند بار مرسی گفت. چون نشستیم و سخن آغاز شد پرسیدیم: خب آقا در چه رشته ها درس خواندید؟ آقازاده چون درسهای خود را شمرد، یکی هم رسم و نقاشی را نام برد. ما در شگفت شدیم که پدر در آنجا چنان گفتگویی می داشت و پسر در اینجا چنین پاسخی می دهد. پدر به طلبه ها می گفت کشیدن صورت کسی جایز نیست. پسر می گوید من آن را درس خواندم و نقاش خوبی می باشم. اینها نمونه هایی از حال و رفتار ملایان ایران است. ملایان نجف و کربلا رفتارشان دیگر است. نخست بیشتر آنان پسر فلان سبزی فروش یا فلان گلکار یا بهمان کشاورز روستایی می بوده. در آغاز جوانی برای گریز از کار رو به مدرسه آورده و در آنجا با تنبلی و مفتخاری زیسته و آن را خوش داشته و پس از سالهایی با پول فلان حاجی مقدس به نجف یا به کربلا رفته و در آنجا نیز با مفتخاری روز گذارده و سالها بدین سان زیسته تا به جایی رسیده که مجتهد شمرده شود و حجت الاسلام خوانده شود. برخی نیز آقازادگانی اند که
پدرانشان دستگاه حجت الاسلامی داشتند و اینان چشم باز کرده آن را دیده و جز آن را نشناختند. به هر حال ایشان مردان بیدانشی هستند که از جهان و کارهای آن به اندازه کودک 10 ساله آگاهی نمی دارند و چون مغزهایشان انباشته از فقه، حدیث و از بافندگی های دور و دراز اصول و فلسفه است، جایی برای دانش یا آگاهی باز نمی باشد. در جهان این همه تکان ها پیدا شده، دانش ها پدید آمده، دگرگونی ها رخ داده، آنان یا ندانستند و یا دانسته نفهمیدند و یا فهمیده پروایی ننمودند. ملایان در این زمان میزیند و جهان را جز با دیده 1300 سال پیش نمی بینند. بیدردانی هند که 6 ماه درس خوانند که مقدمه واجب است یا نه. 30 سال و 40 سال سختی به خود دهند که روزی رسد و حجت الاسلام نامیده شوند. بزرگترین آرزوشان رصد بردن از پول هند و گردآوردن مقلدانی از بازرگانان مقدس ایران باشد. دوم، آنان خود را به یک بار از مشروطه بیگانه گرفته و همان دستگاهی را که پیش از زمان مشروطه می بوده نگه داشتند. در ایران آن همه تکانها پدید آمد، جنگها رفت و قانون اساسی گذارده شد و اکنون 38 سال است که دستگاه مشروطه برپاست. آنان در نجف و کربلا همه اینها را نادیده گرفتند و از مردم جز آن چشم نمی دارند که در هر کاری فرمان از ایشان برند، زکات و مال امام به ایشان فرستند و اگر دولت جنگی خواست فتوا از ایشان بطلبند. هنوز درسهای فقه و اصول را که دانسته نیست به چه کار خواهد آمد سخت دنبال می کنند. شنیدنی است که میرزا حسین ناینی که از شاگردان آخوند خراسانی می بوده، در زمان زندگی او کتابچه‌ای درباره مشروطه و سودمندی آن نوشته و چاپ کرده بود. سپس پشیمان گردیده و نسخه های آن را یکایک جسته و از دستها باز گرفته و چنان که گفته می شود به جای آن کتابی درباره روزخانی و سینه زنی و آن نمایش ها نوشته و بیرون داده است. این نمونه ای از پروای ایشان به سود خودشان و از بیپرواییشان به سود کشور و توده می باشد. یک جمله می باید گفت: تیر دلانه در راه نگهداری دستگاه خود به بدبختی 20 میلیون ها مردم خرسندی می دهند. اما روزی خاران ملایان از دو راه است. یکی از پول هند که سالانه با دست نمایندگان انگلیس به حجج الاسلام رسد و آنان هر یکی خود رصدی برداشته بازمانده را به طلبه های پیرامون خود بخشد. دیگری از پولهایی که بازرگانان و توانگران مقدس ایران فرستند و یا با خود برند. از پول هند که چندان آگاهی نمی داریم سخن نمی رانیم، ولی از پول توانگران و بازرگانان ایران می باید به گفتگو پردازیم. این بازرگانان و توانگران با حاجیان مقدس ایران گروهی هستند که با مشروط دشمنند و به توده و کشور بدخواه می باشند. همان که نام میهن پرستی یا قانون یا مانند آن شوند، گستاخانه ریشخند کنند، مشروط خواهان را لامذهب نامیده، از بی فرهنگی باز نایستند، در این کشور زیند و با هر گونه نیکی درباره آن دشمنی نمایند. ملایان تیر درونانی هستند که از زندگی جز شکم پرستی و کامگذاری را نفهمیدند و از نیک خواهی و دلسوزی به مردم به یک بار بی بهره‌اند.